با مجموعه خبری ساعت ده با من یماس یاوش خوش آمدید. سرخط خبرها. سفره خونین رمضان از پکتیکا تا بغلان. در انفجار یک ماین در مسجد جامع شهر پل خمری در هنگام افطار 29 تن زخمی شدند و در یک انفجار دیگر در بازار یحیی خیل پکتیکا 5 تن زخم برداشتند. جامعه توضیح میشد که در جریان توضیح آذان نماز بود، در جریان توضیح مخالفین دولت یک ماین جاسازی کرده بودند که بدبختانه ماین انفجار میکنه. تا فعلا احکام پیشمور است 23 نفر زخمی داریم که در جمله زخمی ها از حزب شورای ولایتی خانم فکاهه گفتن 14 ساله و انتظار سقوط حکومت تازه. رئیس اجرایی میگوید حکومت حامد کرزی 14 سال گذشته را با فکاهه گفتن گذشتند و اکنون انتظار سقوط حکومت وحدت ملی را میکشد. یک کسی بسیار کلان، یک مصیبت بسیار کلان یک ملت جواب میدادن میرفتن. امروز انتظار سقوط همین حکومت را میکشد که همین حکومت سقوط کنند. دوام میکنند، صحبت هم میکنند، تبلیغ هم میکنند. سیاهی بحران کابل بانک بر پیکر بانکداری افغانستان. رئیس جمهور غنی میگوید بحران کابل بانک در حال حل شدن است. این بحران فضل خداوند در راه حل است. محاکم ثلاثه افغانستان چارچوب تصفیه را گذاشتن و فرار دوباره قاچاقبر مکسیکویی از زندان. به نام خدا و شب شما بخیر. در انفجار یک ماین در مسجد جامع شهر پل خمری 29 تن به شمول چند مقام حکومتی زخمی شدند. مقام های محلی در بغلان میگویند که این ماین شام امروز در مراسم افطاری و ختم قرآن کریم که از سوی مقام ولایت برگزار شده بود انفجار کرد. معاون صحت عامه بغلان میگوید که در میان زخمی شدگان مشاور والی، یک عضو زن شورای ولایتی بغلان و رئیس مواد نفتی این ولایت نیز شاملند. با گفته منبع وضعیت بهداشتی برخی از زخمی شدگان وخیم گفته شده است. از طرف مقام ولایت به 500 نفر افطاریه در مسجد جامع توزیع میشد که در جریان توزیع آذان نماز بود. در جریان توزیع مخالفین دولت یک ماین جاسازی کرده بودند که بدبختانه ماین انفجار میکنه. تا فعلا احکام پیشمور است 23 نفر زخمی داریم که در جمله زخمی ها از حزب شورای ولایتی خانم هم است و مشاور والی خانم است و هم است و رئیس مواد نفتی است. ما وقتی که زنی چی بودم زنی روی مسجد بودم در پلی همیشه جنوی امنا وکیلا اول سلطانی وادی آمد و بعد از وکیلا هم یشتاد بود. ما بری پلیم نشده بودم یک قرصه از گفت بغل سریم بسه دست کدم که خون ریخته رایش جاری شد. ما یک نفع میریم دیگه دو یک دفع گرم دیگه بعضی برادر ها سریف کاد برن دیگه بعضی دیگه منتظر بودن که شام آزان گفت یکی همین وارث ها. در همین حال در یک انفجار دیگر در بازار یحیی خیل پکتیکا 5 تن زخمی شدند. فرمانده پلیس پکتیکا میگوید که مواد انفجاری در یک موتور سایکل جاسازی شده بود و در نتیجه انفجار آن 5 تن به شمول یک پلیس محلی زخمی شدند. فرمانده پلیس پکتیکا میافزاید که یک تن مشکوک را در پیوند به این رویداد بازداشت کردند. در پیوند به بررسی رویداد پل خمری و انفجار در مسجد جامع پل خمری، ناجی ایماق از نمایندگان بغلان در مجلس اینجا در استودیو با ماست. خیلی خوش آمدین خانم ایماق. خوش باشین. در مورد حادثه امشب میشه بگوین چگونه این اتفاق افتیده؟ در قدم اول احترامات خود حضور شما و بیننده های تلویزیون طلوع تقدیم میکنم و همچنان برای مریضایی که در حادثه شام امروز در مسجد جامع پل خمری زخم برداشتن شفای عاجل از خداوند متعال برشان آرزو میکنم. و حادثه امروز قسمی بوده که در رمی ماه مبارک رمضان تقریبا 10-15 روز شده که اتحادیه تجارای شهر پل خمری برای غریبا یک مقدار کمکایی را که داشتن در هر خانه مواد توزیع میکردن یا پول نقد توزیع میکردن، امروز برنامهشون در مسجد جامع بود که نظر به هدایت والی صاحب بر 500 نفر از غریبا و بیچاره ها افطاریه ترتیب کرده بودند که در او افطاریه جناب والی صاحب ولایت بغلان و مدیر مواد نفتی کریم شاهین و همچنان از اعضای شورای ولایتی ولایت بغلان در این
برنامه هم اشتراک داشتن که زمانی که ملا آذان میتا و تمام اگی مردمایی که کسبکار و غریب و بیچاره و دست فروشایی که در اطراف مسجد بودن داخل مسجد میشن، با استفاده از این فرصت که مردم با وسایل کارشان داخل مسجد میشن، دشمنای وطن باز هم از فرصت استفاده میکنن و یک مین چسبکی را در کتاره های مسجد جاسازی میکنه که انفجار میکنه که بالاخره منجر به 29 نفر زخمی میشه که با خوشبختانه تلفات جانی نداشته، تلفات نداشته که مردم شهید بسازه و تلفات بوده که یک تعداد هموطنان ما را شهید ساخته، زخمی ساخته و ما بسیاری دشمنای وطن و این دشمنای مردم ملت و دین و اسلام برش از امی تلویزیون برشان میگم که یک کار بسیار ناجوانمردانه و غیر اسلامی بوده که باز هم این عملات شومشان در این ماه مبارک رمضان بالای مردم ولایت بغلان بله. یا خانم ایماق تو هنوز کسی مسئولیت نگرفته، فکر میکنه این کار چه کسی است مشخصا؟ این خب مشخصا کار طالبا است و دشمنای وطن ما است، تا فعلا کسی این مسئولیت به عهده نگرفته. فکر میکنین در حالی که تهدیدهای امنیتی گزارش های وجود داشت که در اواخر در بغلان بیشتر شده، چگونه بوده، چگونه توانستند طالبان خودشان را به این مسجد برسانند؟ تهدیدات امنیتی در ولایت ما در طول یک هفته بود که جنگ بسیار به شکل وقفه‌ای به شدت در منطقه دانه غوری و همچنان در 2 کیلومتری شهر پلخمری ادامه داشت و که در این طول یک هفته از شهر نزدیکی شهر پلخمری که به نام اژدر کوتل است، یک پوسته که در قریه وردکا بود و پوسته در تصرف طالبا فیران قرار داره و در این جنگ بر ضد طالبا همیشه نیروهای امنیتی ما که قماندان امنی ولایت ولسوالی دنی غوری قماندان حسین بوده و همچنان پلیس های اربکی همراه ازی ها مقاومت کردن تا فعلا کسایی هستند که واقعا بچه های با غیرت و با شهامت از این کشور بودن که همیشه در سنگر جهاد و مقاومت استادگی کردن و از مبارزه کردن و از وطن خود دفاع کردن و نتانسته که دیگه پوسته ها را در تصرف خود بگیرن، منطقه کرده که راه مواصلاتی از یار قطع ساخته و راه اژدر کوتل که راه عبور و مرور مردم است و از اکمالات می شدن از این طریق کوتل تمام شد منگذاری کرده. در این از توجه مقامات زیسلا و وزارت داخله را می خواهیم که تا به مردم ولایت بغلان فکر میکنین دلیل ناامنی ها در بغلان چی است؟ چه کسانی با طالبان هم دست هستند؟ طالبان در ولایت بغلان دمی نزدیکی ها به وجود نیامده که نو دمی روزا پیدا شده باشند، از بسیار وقتهای قبل ولی حالا گزارش های وجود داره تا 2 کیلومتری پل خمری رسیده. حالا چون که در صفات شمال در سر تا سر صفات شمال طالبا عملیاتشان را تشدید بخشیدن، در شهر پلخمری و بغلان هم عملیات تشدید پیدا کرده و این فکر میکنین که تشدید این عملات به دلیل چی است؟ چرا شدت پیدا کرده؟ چون که در دیگه ولسوالی هم در دیگه ولایت ها هم این تشدید یا شدت پیدا کرده، در ولایت بغلان هم این شدت پیدا کرد. طالبای زیادترش طالبای منطقوی است در شهر پلخمری و یا کسایی هستند که سنگرشان منطقه و جای و تمام گپ از یا بر حکومت هویدا و معلوم است و پس چرا حکومت کاری نمیکنه؟ حکومت هنوز تا بال کدام تصمیم در مورد از یا جدی نگرفته. اگر حکومت در مورد از یا تصمیم بگیره یا این دشمنای وطن هیچ تاب مقاومت نیروهای امنیتی ما را ندارن، به خاطر که کسانی هستند که از طرف روز خانم ایماق پس شما میگین که حکومت گذاشته که طالبان هر چی میکنن در بغلان بکنن؟ تا فعلا دولت هنوز عملیات جدی را بران انداخته. ما که دیر روز ملاقاتی که با وزیر صاحب داخله داشتیم گفتن که ما وظیفه دادیم که بیان و از قماندان امنیه که گزارش گرفتیم از عامر امنیت، اونا هم گفت که ما اینجا نیروهایی که از مرکز آمده بودن برای کمک آمدن و جلسات خود اینجا دایر کردن، جاهایی که ناامن بود تو را تمامش تثبیت کردن، رفتن فعلا به طرف مزار و از طرف مزار که دوباره آمدن عملیات را برگزار میکنن، اینجا برامی اندازن. تا فعلا کدام تا عملیات در مقابل از یا صورت نگرفته و واقعا که در یک طول یک هفته است که تمام پلیسای محلی خودشان با امو امکانات دست داشتهشان در مقابل دشمن می جنگن. حکومت هم کاری نمیکنه؟ حکومت تا فعلا کدام کاری نکردن. فکر نمیکنین که این حادثه امشب و انفجار امشب در مسجد جامع پلخمری یک زنگ خطر است واقعا تا حکومت بیدارتر شود و کاری بکنه در برابر طالبان؟ یک زنگ خطر است به خاطر که در چند روز در 2 کیلومتری شهر پلخمری از طریق رسانه ها شما نشر کردین که در 2 کیلومتری شهر پلخمری دشمن رسیده بود و همیشه در شهر پلخمری موشک زده می شد که توسط از این موشک های از یا چندین هموطن عزیز ما زخمی شدن و هنوز هم و همین مردم که
مسئول هستند در شهر پلخمری متوجه از این ناامنی ها به صورت جدی نشدند تا اینکه عین به سویه که در مسجد پلخمری یا تانستند که مردم به خاک و خون بکشانند. سپاسگزار از شما ناجیه ایماق از نمایندگان بغلان در مجلس. سپاسگزارم. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی بار دیگر مشکلات امروزی کشور را برخواسته از کمکاری های حکومت پیشین میخواند. آقای عبدالله میگوید که حکومت حامد کرزی در 14 سال گذشته بزرگترین مصیبت های کشور را با فکاهه گفتن از سر گذشتند و اکنون انتظار سقوط حکومت وحدت ملی را میکشد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از ناامنی ها در کشور نگران است. آقای عبدالله در سفرش به ولایت بدخشان یک بار دیگر از کارکردهای حکومت پیشین به شدت انتقاد میکند و میگوید که مشکلات و رنجی را که امروز مردم افغانستان متحمل شدند میراث حکومت 14 سال گذشته است. درمی 14 سال گوشکر نبود. ما درمو حکومت بودیم. به خنده به یک فکایی یک کسی بسیار کلان یک مصیبت بسیار کلان یک ملت جواب میدادن میرفتن. امروز انتظار سقوط همین حکومت هم میکشن. کمی حکومت سقوط کنن. دعام میکنن، صحبت هم میکنن، تبلیغ هم میکنن. آقای عبدالله در این سخنرانی از افزایش ناامنی ها ابراز نگرانی میکند. بانک رئیس اجراییه از کسی نام نمیبرد اما میگوید آنانی که در برابر حکومت وحدت ملی مشکل ایجاد میکنند باید بدانند که تاوان سختی خواهند پرداخت. کسای دیگه هم که بودن سر در گریبان خود بکنن. پیش از یک خواب سقوط حکومت ببینن که خدا نخواسته اگر این کار صورت بگیره باز بدیلش داعش و طالب است. پیش از اینکه این خوابا را زمزمه بکنن پیش خود و القبر خود جور کنن و دار و دسته به خود جور کنن ببینن که مردم در چی حالت است. اگر او رحم نکردن امروز رحم کنن به مردم. آقای عبدالله تاکید می‌ورزد که حکومت وحدت ملی به حل مشکلات مردم متحد است و مسئولیت دارد تا ناامنی ها را در کشور پایان بدهد. رئیس جمهور میگوید که بحران کابل بانک در تاریخ بانکداری کشور یک صفحه سیاه بوده و به نظام بانکداری کشور صدمه بزرگی زده است. رئیس جمهور غنی تاکید می‌ورزد که اکنون این بحران در حال حل شدن است و تلاش‌ها برای از میان برداشتن این بحران به شدت ادامه دارند. با گرفتن ریاست بانک مرکزی در واقع مسئولیت بزرگی را پذیرفته است. از میان برداشتن بحران کابل بانک یکی از این مسئولیت‌های او خواهد بود. بحرانی که رئیس جمهور غنی از آن همچون صفحه‌ای سیاه در تاریخ بانکداری کشور یاد می‌کند. کابل بانک همیشه در تاریخ از این ملک باعث یک صفحه سیاه خواهد بود. عوض از اینکه بانکداری وسیله رشد اقتصادی، وسیله فراهم نمودن قرضای مساعد برای متشبثین باشه، به یک وسیله دزدی از مردم و دولت مبدل شد. این بحران فضل خداوند در راه حل است. محاکم ثلاثه افغانستان چارچوب تصفیه گذاشتن و پول ملت در حال استرداد است. جدا بودن بانک ها از سیاست و نیز مستقل بودن بانک ها از خواست های دیگر رئیس جمهور هستند. سیاست خرد یا کوچک در بانک مرکزی جایی ندارد. در عین حال سیاست مالی ما برمی پایه استوار بوده که هیچگاه دولت از بانک دفیسیت نخواهد خواست. سیاست دفیسیت در تمام نقاط دنیا یک سیاست ناکام بوده و به اساس از این از زمانی که من مسئولیت وزارت مالیه داشتم تا زمانی که جناب حکیمی صاحب مسئولیت دارن دولت در داخل عایدات خود کار خواهد کرد و عمل خواهد کرد. نقش داشتن نظام بانکی در توسعه اقتصادی و حل بحران کابل بانک از وعده های رئیس بانک مرکزی هستند. تدابیری که ما اینجا خواهد گرفتیم نقطه پایان بر بحران بانکی که کابل بانک بوی مواجه شد گذاشته خواهد شد. رئیس جمهور نیز بانکداری را از پایه های مهم توسعه کشور می داند و بر عملی شدن این کار تاکید می ورزد. پیش از این کمتر دخیل بودن نظام بانکی در توسعه کشور زیاد انتقاد شده است. اما دیده شود که رهبری تازه بانک مرکزی براستی خواهد توانست تا این همه مشکلات را از پیش رو بردارد و بحران کابل بانک را حل کند یا نه؟
خانواده های قربانیان حمله انتحاری خوست شهروندان کشور را هیزم سوخت جنگ خارجیان می دانند. دیروز یک مهاجم انتحاری در نزدیک پایگاه نیروهای آمریکایی در خوست مواد انفجاری همراهش را منفجر ساخت. در این رویداد نزدیک به 30 تن جان باختند و در حدود 20 تن دیگر زخم برداشتند. خوست در ماتم نشست. 27 سفره ایدی برچیده شد و 27 دسترخوان غم در خانه های خوستیان پهن شد. 27 زن، کودک و مرد خوستی روزه بر دهان دقایق پیش از افطار در یک حمله انتحاری راهی ابدیت شدند. این حمله 17 تن دیگر را هم راهی بیمارستان کرد. نامش ابراهیم. هنگامی به این حال روز افتاد که با پسر عمویش سوار بر یک موتر سایکل از محل می گذشت. اقبال بلندش او را به بستر بیماری سپرد، اما پسر عموی جوانش جان باخت. دی بدار ندی کلی بلو روانو دی تو چی پاسیم اگه یا موتر بوم موتر بوم چو دنواشو چی تقریبا ویشتا تویشت پوری دوانان یخوا دیخوا براتو بودا که خذی ما شمانان شمیلو. در این بیمارستان در بسیاری از بسترهایش زخمیان این رویداد درد می کشند. خالد خواسته بود تا افطاری را دور از پسرک 3 سالش با دوستانش بگذراند. مزدورکار کم اقبال بی خبر از این که تا دم مرگ می رود و بر می گردد. دلتا در میدان یوایی و پستادا در پسته چنگ سرا در جمع تا کلا چی دزد جمع تا رسیگم دلتا یاو نسو پای در پسته بیخ که انفجار واشو مطار انفجار وکرلو بس مونتا فاتا ونه لگی دلانو را بس مطار ور واخستلو مطار می در بل مخ چپاشو. این سوتر همه برای درود فرستادن گرد آمدند، تنها کاری که از دستشان برمی آید. در این روستا 5 تن قربانی این حمله شدند. محمد جان، پسر 27 ساله پاره تنش را از دست داده است. میگوید بی سرپرست شدن 4 نواسه قد و نیم قدش بیشتر می آزارش. گل محمد پسر 27 ساله این مرد یک کارمند امنیت بود. هفته یک بار فرصت داشت کودکانش را به آغوش بکشد. این هفته اما این فرصت برای همیش از وی گرفته شد. ما شب گذشته در کابل بودیم. از اوج صبحکی 4 بجه حرکت کردیم. این همیجا در جنازه خود رساندیم. در رای تو احساس میکردیم که یک دفعه خود زیر موتر اند و بند از تیم خلاص شده زمی غم. که زنش من، 4 اولادش من، مادرش من، بیادرش من، دیگهش من. یعنی دیگه شما تصور کنید که ما چی احساس داشته باشیم. و در فرجام این حمله که تقریبا همه قربانیانش غیر نظامیان بود، تنها چیزی که به همراه داشت خشم و انزجار مردم بود. این حمله مرگبار در همین چند متری در نزدیک یک پایگاه نیروهای خارجی اتفاق افتاده است. اجازه نزدیک شدن به این پایگاه نیست، اما گفته میشه که در این حمله این پایگاه نیز خسارات زیادی دیده است. کریم امینی، تولو نیوز، ولایت خوست. این هفته آخرین هفته مهلت رئیس جمهور برای اعلام تاریخ انتخابات پارلمانی است، اما تا اکنون زمان برگزاری انتخابات روشن نشده است. از سوی دیگر قرار بود کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخابات کارش را آغاز کند، اما از ایجاد این کمیسیون نیز خبری نیست. مهلت 1 ماهه رئیس جمهور درباره ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و اعلام تاریخ انتخابات پارلمانی رو به پایان است، اما هنوز هم از ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و اعلام تاریخ انتخابات پارلمانی خبری نیست. در حالی که رئیس اجرایه در هر سخنرانیش از مدیریت بد انتخابات گذشتی ریاست جمهوری انتقاد می کند. تهداب نظام خراب شد. تهداب حکومتداری خراب شد. از انتخابات مردم چی امید داشت، چی توقع داشت و چی تبدیل شد؟ اما ریاست جمهوری و ریاست اجرایی درباره چگونگی کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی چیزی نمیگویند. رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات از این کار ابراز تأسف میکند. میگوید که پس از بازگشت رهبران حکومت وحدت ملی از ایالات متحده آمریکا، هیچ گفتگوی جدی درباره کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میان این دو رهبر انجام نشده است. قبل از سفر رئیس جمهور و رئیس اجرایی به ایالات متحده آمریکا بحث بود و به موافقه هم رسیدند، اما بعد
بعد از برگشت از آمریکا دیگه کدام بحث جدی روی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی صورت نگرفت. البته بحث‌های بسیار جسته و گریخته و حاشیه‌ای صورت گرفت، اما بحث متمرکز و جدی تا حال صورت نگرفت. برخی از نهادهای ناظر انتخابات هشدار می‌دهند که تأخیر در کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و اعلام نشدن تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی پیامدهای بدی خواهند داشت. اگر این تأخیر بیش از حد شود، اول شما می‌بینید اعتبار مردم، جامعه مدنی و جامعه جهانی بالای حکومت وحدت ملی به نهایت کم خواهد شد. در قدم دوم هر مقدار وقت بر اصلاحات کم باشد، اصلاحات کمتری و سطحی تری را ما خواهد شاهدش باشیم، نه اصلاحات بنیادی. و این در حالی است که همزمان با تمدید کار مجلس نمایندگان، رئیس جمهور گفت که تا یک ماه دیگر تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام خواهد شد و نیز کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به کار آغاز خواهد کرد. تا لحظات دیگر، چانزنی هسته ای ایران با 5 قدرت بزرگ جهان در لحظات پایان. باز هم خوش آمدید. ایران تولیدات هسته‌ای به شمول یورانیوم غنی شده‌اش را به کشورهای دیگر جهان خواهد فروخت. رئیس سازمان نیروی هسته‌ای ایران می‌گوید که هدف این کار پیوستن ایران به صف کشورهایی است که می‌توانند فناوری‌های هسته‌ایشان را در نظام جهانی تجارتی سازند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که مهلت تعیین شده برای دست یافتن ایران و گروه 5 به اضافه 1 امروز پایان می‌یابد. در حالی که گروه 5 به اضافه 1 به شمول ایالات متحده آمریکا سخت میکوشند تا فعالیت‌های هسته‌ای ایران را محدود سازند، اما رئیس سازمان نیروی هسته‌ای ایران به روز دوشنبه از تصمیم این کشور برای فروش تولیدات هسته‌ای راهبردی به شمول یورانیوم غنی شده و آب سنگین سخن میگوید. از سوی دیگر رئیس جمهور ایران میگوید که به تعهدات پیکارهای انتخاباتیش پابند است و در تلاش است تا سرانجام به مسئله هسته‌ای این کشور راه حل دریابد. همینجا که ما قدم‌های آخر هستیم در مذاکرات، حتی اگر همینجا هم متوقف بشه، ما به وظیفه‌مون عمل کردیم، ما همه توانمون رو به کار گرفتیم. در همین حال وزیر خارجه فرانسه نیز برای دست یافتن ایران و 6 قدرت بزرگ جهان به یک توافق نهایی هسته‌ای ابراز امیدواری می‌کند. موقف فرانسه همواره سازنده بوده است و این کشور امیدوار است تا به یک توافق نهایی هسته‌ای رضایت بخش دست یابیم. گفتگوهای هسته‌ای میان نمایندگان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در ویانا به روز دوشنبه به 17 روز رسیدند، اما هنوز هم گفته می شود که اختلاف ها پابرجا هستند. با این هم اگر ایران و گروه 5 به اضافه 1 به یک توافق نهایی هسته‌ای دست یابند، کنگره ایالات متحده آمریکا 60 روز فرصت خواهد داشت تا این توافقنامه را تایید و یا رد کند. یکی از قاچاقبران مواد مخدر با بکارگیری از یک تونل از یک زندان در مکسیکو فرار کرد. مقام‌های مکسیکویی می‌گویند که خواکین گاسمن لیورا معروف به الچاپو موفق شده است تا با استفاده از یک تونل به درازای 1.5 کیلومتر از زندان فرار نماید. این دومین بار است که این قاچاقبر از زندان فرار می‌کند. مقام‌های مکسیکویی در پیوند با این رویداد 18 تن از نگهبانان زندان را زیر پیگرد قرار دادند. تا لحظات دیگر، بندر چابهار و 8 سال بلا تکلیفی. باز هم خوش آمدید. و اتاق‌های تجارت و صنایع از کندی کار در زیرساخت‌های بندر چابهار ابراز نگرانی می‌کنند. مسئولان این اتاق بر ایجاد زودهنگام زیربناها در بندر چابهار ایران تاکید دارند و می‌گویند که از 8 سال بدین سو چندین بار مسئولان حکومت‌های افغانستان، هند و ایران درباره ساختن بندر چابهار گفتگو کردند، اما این گفتگوها تا اکنون نتیجه در پی نداشته است. در این حال سفیر هند در کابل می‌گوید که تصمیم درباره بندر چابهار تنها مربوط هند نیست و باید کشورهای دیگر نیز در این باره تصمیم بگیرند. و نگاهی دیگر به چند خبر.
در انفجار یک ماین در مسجد جامع شهر پل خمری در هنگام افطار 29 تن زخمی شدند و در یک انفجار دیگر در بازار یحیی خیل پکتیکا 5 تن زخم برداشتند. رئیس اجرایی حکومت میگوید حکومت حامد کرزی 14 سال گذشته را با فکاهه گفتن گذشتان و اکنون انتظار سقوط حکومت وحدت ملی را میکشد. و یکی از قاچاقبران معروف مواد مخدر مکزیکو بار دیگر از زندان فرار کرد. سپاسگزارم از همراهی شما. شب بر همه‌تان خوش.